بینندگان عزیز، سلام به شما. در برنامه امروز ابتدا نگاهی داریم به موضوع واکسن کرونا در ایران و جهان و به این سوالات پاسخ میدیم که چرا رژیم حاضر به خرید واکسن کرونا از خارج نیست؟ واکسن هایی که رژیم قصد خرید اونها رو داره از کجاست و چقدر معتبره؟ بعد به این پرسش پاسخ میدیم که این میزان اندک واکسنی که رژیم خریداری میکنه آیا از نظر علمی روی ریشه‌کنی کرونا تاثیر داره؟ از طرفی به شروع واکسیناسیون در اروپا میپردازیم و اینکه این موضوع چطور پیش میره. در بخش دوم برنامه لایحه بودجه سال آینده رژیم رو مورد بررسی قرار میدیم و به صحبت‌های روز گذشته روحانی میپردازیم که لایحه بودجه رو نشونه عزم و اراده برای حل معضلات مردم دونسته بود. آیا فضای رسانه‌های حکومتی هم همین رو میگه؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای علیرضا مرنچی که در استودیو همراه ما هستند و دکتر کامبیز محسنی متخصص روماتولوژی که از سوئیس در جریان برنامه به ما میپیوندند. به شما آقای مرنچی خوش آمد میگم. متشکرم. صحبت‌های زد و نقیزی از سوی سران و کارگزاران رژیم درباره خرید واکسن کرونا میشنویم. از دیروز اتحادیه اروپا واکسیناسیون سراسری رو شروع کرد. تمام کشورهای همسایه ایران هم خرید واکسن رو در دست اقدام دارن و خیلی‌هاشون خریدن. در ایران چه خبر؟ حرف سران رژیم و دستاندرکاران درباره واکسن چیه؟ خب اینا حرفای زد و نقیز زدند. چند جور حرف زدند. و هر بار هم وقتی حرف میزنن گاهی وقتا توی یک جملهشون اصلا زد و نقیص هست. آخرین حرفی که روحانی زده حرفش امروز بوده که این ضمن آهناله و شکوه و شکایت از اینکه در جامعه یک بحث هایی هست در مورد واکسن که نه سازنده است نه درسته و نه مفیده، همون چیزایی که الان سر زبان مردم هست که این رژیم به جان مردم اهمیت نمیده و عزمی برای خرید واکسن و واکسیناسیون نداره، اشارهش به این بود. اشاره کرد که ما مثلا واکسن رو از سه طریق و از سه کانال داریم پیش میبریم. یکی داریم به طور مشترک با یک کشور دیگه واکسن میسازیم که همش میگن یک کشور دیگه ولی اسمشو نمیگن. یکی دیگه روی واکسن داخلی، ما میخوایم واکسن داخلی بسازیم که اینجا هم گفتش که یک مرکز هست داره واکسن میسازه و دو سه مرکز دیگه هم هستن که اونا هم دارن واکسن میسازن. این اشارهش به همون به اصطلاح شرکت های وابسته به باند های مافیایی رژیم از جمله ستاد اجرایی فرمان امام هست که اینها دارن گویا واکسن میسازن با شیوه های مختلف. و یکی دیگه هم این که میخریم، اما همون جایی هم که گفته که میخریم باز گفتش که ما اقدامات لازم رو انجام دادیم و نمیدونم پول واریز کردیم و اینا. در این حال هر وقت اینا اینو میگن که اما واکسن ایرانی بهتره و ما باید واکسن ایرانی بزنیم. جوری صحبت میکنن که مثلا انگار که واکسن ایرانی بزن، مثل که مثلا واکسن ایرانی یه چیزی مثلا پارچه ایرانی، نمیدونم چیزای لوازم خانگی ایرانی که از این طریق دارن اینا چیز میکنن. حالا خب دیدم که مردن دیگه، میگن که 4-5 ماه دیگه چیز میشه. اما واقعیت اینه که واکسن ساخت داخل، ساخت رژیم اصلا نه به داره نه به باره. برای اینکه صحبت کوتاه بشه اجازه بدید من قسمتی از حرفهای ستاد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، یک فردیش به نام مخبر، چند روز پیش در تلویزیون صحبت میکرد، این اونجا ببینید چه جوری گفت. گفت که ما فکر میکنیم به حول قوه الهی این کار انجام خواهد گرفت و امیدواریم ان شاء الله اگر بشود به حول قوه الهی با سه تا انشالله ماشالله، امیدواریم انشالله اگر بشود این 4-5 ماه دیگر این واکسن در اختیار مردم قرار بگیرد، با کلی احتمالات و اینا که داره. تازه این که متولیه به ساخت واکسنه، این خودش میگه 4-5 ماه دیگه، یعنی همون خرداد و تیر و اینها، مواردی که اینا مثلا قول و وعده قطعی میدن که همین هفته آینده، همین ماه آینده فلان، اصلا خبری ازش نمیشه. وقتی با این همه احتمال دارن ازش صحبت میکنن، واکسن یه چیزی نیستش که مثلا بگیم که خب یه چیزی ساختن حالا میایم بعد تکمیلش میکنیم بعد درستش میکنیم. باید یک ریل به اصطلاح تست حیوانی، بعدش انسانی، بعد روی گروه های بزرگتر اینا بشه و به تصویب و امضای WHO سازمان بین المللی بهداشت برسه، تا اون وقت
اجازه مثلا استفاده از اون رو بدن. هیچ کدوم از این مراحل طی نشده، اینا از صحبت از واکسن ایرانی میکنن و میگن که ریل به اصطلاح تست انسانیش رو هم با 56 نفر شروع کردیم. خلاصه بود. خیلی ممنون. شما از واکسن در ایران گفتیم، به من اطلاع میدن که الان در ارتباط هستیم با دکتر کامبیز محسنین، متخصص روماتولوژی از سوئیس. دکتر محسنین ببخشید با سلام و خوش آمد میگم به شما. ابتدا میخواستم برامون از روز پیروزی که گفته میشه در کشور اروپایی واکسیناسیون رو شروع کردن برامون بگین. با سلام خدمت بینندگان عزیز و با تشکر که این فرصت رو من دادید. بله، اتحادیه اروپا که حدود 450 میلیون جمعیت داره، قراردادی برای صدا نمیاد. بفرمایید. صداتون میاد، بفرمایید. اتحادیه اروپا که حدود 400 میلیون جمعیت داره، قرارداد 2 میلیارد واکسن و هدف قرار داده برای واکسن کردن به خصوص بزرگسالان در سال 2021. سیستم درمانی اتحادیه اروپا یکی از پیشرفته ترین سیستم‌های درمانیه. با این حال بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا مجبور شدن از پزشکان بازنشسته استفاده کنند و بعضی از کشورها هم قوانینی وضع کردن برای تشخیص گروه‌های مجاز برای دریافت واکسن. در حالی که نظرسنجی‌های انجام شده تردید در بین مردم، تردیدهایی را در رابطه با واکسن به وجود آورده، ولی رهبران کشورهای اروپایی معتقدند که این بهترین شانس برای بازگشت به زندگی عادی در سال آینده. رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل که تنظیم کننده همین برنامه واکسیناسیون هم هست، خانم اورسولا فوندل لایم، تو در یک حساب توییتری خودش نوشت که در حال گذشتن از یک سال خیلی دشوار هستیم و واکسیناسیون تنها راه حل برای نجات این بیماری از این بیماری همه‌گیر است. دولت‌های اروپایی که به علت عدم همکاری با یکدیگر جهت مقابله با این ویروس مورد انتقاد قرار گرفته بودند، الان مصرن که این بار از دسترسی برابر واکسن در کل منطقه اطمینان حاصل کنند. مجارستان زودتر از دیگران روز شنبه با تزریق واکسن تولید شده توسط فایزر شروع کرد که کارمندان درمانی بیمارستان‌های بوداپست را واکسن کرد. فرانسه، اتریش، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا روز یک شنبه آغاز کردند. بریتانیا، سوئیس، صربستان در هفته‌های اخیر آغاز کردند. خبرگزاری آنسا اعلام کرد که واتیکان این پروژه رو به اسم پروژه عشق و محبت اعلام کرده و پاپ هم اظهار امیدواری کرده که این واکسن به تمام دنیا، به تمام کشورها، به دست تمام مردم برسه. دولت بریتانیا اعلام کرد از 8 تا 20 آذر 600 هزار نفر واکسن شرکت‌های فایزر رو دریافت کردن که در 500 مرکز درمانی اینا توزیع شدن. مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری‌ها در آمریکا اعلام کرد تاکنون بیش از 1 میلیون واکسن دریافت کردن و دولت آمریکا قصد دارد که در هفته‌های آینده 20 میلیون دوز واکسن فایزر و مدرنا را توزیع کنند. کانادا هم به همین شکل روز پنجشنبه آغاز کرد و تا پایان سال 2020 قرار 168 هزار از واکسن مدرنا رو دریافت کنه و توزیع کنه. از اولین کشور آمریکای لاتین مکزیکه که اونم با واکسن فایزر واکسن کردن شهروندان خود آغاز کرده. هند هم به همین شکل که هند از دومین کشور به لحاظ آمار مبتلایان 10,123,000 مبتلا داره که قراره تا آگوست آینده 300 میلیون نفر رو واکسن کنه. در رابطه با کشورهای منطقه و کشور عربی هم به همین شکل، بحرین ارائه 3 واکسن مدرنا و فایزر و واکسن چینی سینوفارم تو دستور کار خودش قرار داده که 40,000 نفر رو
تا الان واکسن کرده، قطر هم به همین شکل کار آغاز کرده، امارات متحده عربی کار را با واکسن سینوفارم چینی آغاز کرده که از 24 آذر ابوظبی و دبی هم 27 آذر این کار شروع کرده. بله. و به همین شکل عربستان سعودی هم 360,000 مورد مبتلا به کرونا داره که 6,000 جان باخته داشته، با فایزر 27 آذر با واکسن فایزر آغاز کرده. عمان روز شنبه آغاز کرد. اسرائیل یک شنبه قصد دارد، یعنی دیروز شروع کرد باش، قرار روزی 60,000 نفر واکسن کنه. کویت هم به همین شکل 140,000 مبتلا و 240 جان باخته داره. روز چهارشنبه 150,000 دوز واکسن فایزر دریافت کرده که پنجشنبه آغاز به کار کرد. بله. کشورهای دیگه منطقه ترکیه است که ماه آینده قرار آغاز کنه قراردادی با کشور با شرکت سینوواک بسته که 50 که چار و حدود 50 میلیون دوز خریداری کرده و قرار 4.5 میلیون دوز فایزر هم قراردادش بسته که به 30 میلیون دوز خواهد رسید. این آمار کشورهای اروپایی و منطقه بود، در خدمت هم اگر سوالی. بله، خیلی ممنون از گزارش عالیتون. فقط آقای منشی در رابطه با واکسیناسیون در ایران گفتند، شما نظرتون در رابطه با این موضوع چیه؟ بله، در رسانه‌های رژیم اگر نگاه کنید صحبت از خرید واکسن چینی میکنن، ولی نه یا واکسن ایرانی، نه صحبت از دوز، نه صحبت از اسمه. ولی داستان اینه، به نظر من یک هیچ اراده جدی وجود نداره تا مردم واکسینه کنن. اگر به خاطر یه بحث پایه‌ای، شما اگر به توییتر خانم رجبی امروز نگاه کرده باشید، نوشته کرونا متحد آخونده است. بنابراین وقتی کرونا متحد آخونده است، یعنی واکسن جام زهر با سیدهی، هیچ وقت نمیره پاش به شکل جدی. همونطور که جنگ متحد آخونده بود، باعث بقاش بود، جام زهر صلح مردم ایران، مقامت ایران جام زهر آتش بس ریخت به حلقومش. این دفعه باید جام زهر واکسن و مردم ایران، مقامت ایران بریزن، بخوان از خامنه‌ای که 100 میلیارد سرمایه های مملکت ایران رو سرمایه گذاری کنه روی سلامتی و بهداشت مردم، و همونطور که رهبر مقاومت گفت سپاه پاسداران رو منحل کنه و درآمدی که صرف سرکوب میشه خرج واکسن بکنه. بله، خیلی ممنون دکتر کامبیز محسنی، متخصص روماتولوژی از سوئیس، که ما رو همراهی کردین. خدا نگهدار شما. خیلی ممنون. خب آقای منشی، با شما ادامه میدیم. از نظر کارشناسی این شیوه خرید واکسن، یعنی به صورت قطره چکونی، آیا تاثیر جدی در پیشگیری از کرونا داره؟ مثلا من یک مصاحبه از دکتر آنتونی فاوچی دیروز گوش میکردم که در مورد واکسیناسیون در آمریکا میگفت برای دستیابی به مسئولیت جمعی 70-85% جامعه باید واکسن بشن. نظر شما در رابطه با این به اصطلاح تری که رژیم در پیش گرفته چیه؟ خب این خیلی یک مسئله علمیه که برای اینکه یک جامعه به مثلا مسئولیت برسه، حداقل بایستی 70-80%، حالا عددهای مختلفی رو بیان میکنن، اینا باید واکسینه بشن. ماله. متخصصان داخلی هم همین رو میگن. بعد از اینکه رژیم اعلام کرد که 200 میلیون یورو ما اختصاص دادیم به واکسن و 16.8 میلیون دوز میخوایم وارد بکنیم و اینا، و اینا رو به اصطلاح واکسینه بکنیم، همین حرفا رو زدن، گفتن که زنجیره انتقال ویروس وقتی قطع میشه که در یک بازه زمانی محدود مثلا 3 ماهه حداقل مثلا 70-80% جمعیت واکسینه بشن. عددی که اونها میگفتن که بایستی برای مثلا دوزهای خریداری شده، میگفتن حداقل 100 میلیون دوز یا 120 میلیون دوز باید خریداری بشه، یعنی 100 میلیون دوز برای 50 میلیون نفر، 120 میلیون دوز برای 60 میلیون نفر. اگر غیر از این باشه، این زنجیره قطع نمیشه و نمیشه گفتش که مثلا واکسیناسیون صورت گرفته. مثلا با
عددی که الان میدن بالاترینش رو من عرض کردم که 16 و 8 است، عدد دیگه ای که میدن 15000 و اینا، که این عددا اگر که واقعیت داشته باشه لابد که صرف همون به اصطلاح مقامات رژیم و آقاها و آقازاده ها و اینا خواهد شد و به مردم چیزی نخواهد رسید. واقعیتش اینه که اینها الان دکتر محسنی به خوبی اشاره کردند که اصلا اراده‌ای وجود نداره برای اینکه این واکسیناسیون صورت بگیره. از اتحادیه اروپا صحبت می‌کردن که با 450 میلیون جمعیت 2 میلیارد دوز واکسن اختصاص داره، چون که این واکسن هم حداقل باید در دو نوبت به صورت در یک فاصله فایزر اینجوریه بله، واکسن‌های دیگه هم به همین ترتیبه، یعنی معمولاً واکسن‌ها رو دو نوبته می‌زنن. واکسن‌هایی که ما قبلا هم زدیم یا دیدیم به همین ترتیب بود که همیشه دو تا می‌زنن که به اصطلاح تثبیت بشه و پایدار باشه. بنابراین اینا حاله میدن به 4-5 ماه دیگه، حالا تا اون موقع به قول روحانی دو ماه بیشتر دو ماه کمتر، انگار که این دو ماه مثلا توی این دو ماه خب هر روز صدها نفر، و الان به طوری که متخصصان خود رژیم هشدار میدن اگر این پیک زمستانی به خاطر زمستان شروع بشه، یعنی پیک چهارم و پنجم، خیلی مهیب‌تر و وحشتناک‌تر از پیک های قبلی خواهد بود. روزانه هزار نفر هم برای این رژیم چیزی نیستش. خب همین که دکتر محسنی هم به خوبی اشاره کردن، این رژیم اصلا متحد کروناست و ترجیح میده که کرونا باشه. حالا اجازه بدین صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه رژیم رو بشنویم که صحبت از خرید واکسن از آمریکای لاتین کرده و اینکه مسئله اون رو برطرف کردن. بعد از اون سوالم رو از شما میپرسم. به جاهای بسیار بسیار خوبی رسیده خرید واکسن، اونجاهایی که وزارت بهداشت تایید کرده ما کمک کردیم. وزارت بهداشت دو مسیر مستقل رو در خرید واکسن طی کرده، برخیش دولتی هست، برخی هم به بخش خصوصی واگذار کرده. این قسمت واکسنش. اما اینکه کسی اظهاری در مورد FATF کرده باشه، پاسخ این رو بارها داده بانک مرکزی. اینکه یک بخش خصوصی نتواند چه دارو چه چیز دیگه ای رو بخره به خاطر اینکه حالا ما عضو برخی استانداردهای بین المللی نیستیم. این موازه زد و نقیض در خرید واکسن که رژیم از خودش نشون میده برای چیه؟ یه بار میگه از چین میخریم، امروز میگه از لاتین میخریم. مثلا بفهم. خب اینا برای وقت کشیه، برای وقت گذرانیه. البته همونطوری که دکتر محسنی هم اشاره کردن، تا اونجایی که به رژیم برمیگرده ترجیح میده که کرونا همچنان باشه. و پشت این کرونا انبوهی تضادها و بحرانهای چیز مثلا پشت این چیز بمونه. زیر این سرپوش. اما یک واقعیت دیگه هم هست و اون اینکه الان واکسن تبدیل به یک مطالبه ملی و سراسری مردمی شده. یعنی درسته که تا اونجایی که بریم برمیگرده میخواد که مثلا این ادامه پیدا بکنه، اما خب الان یک خشم و نفرت گسترده‌ای وجود داره در بین مردم که ما به اصطلاح نمونه بروزش رو در اون هشتگ واکسن بخرید دیدیم که دو روز در صدر ترند ایران بود و به طوری که گفته میشد بیش از 70000 نفر مثلا پیوسته بودن به این توییت. و خب این در شرایطیه که امکان وجود هیچ ابراز نظر و ابراز عقیده به صورت دموکراتیک مثل سایر کشورها نیست. اگر کمترین امکانی بود خب مردم می‌ریختن تو خیابون و مثلا این چیز خودشون رو ابراز می‌کردن، خواسته و مطالبه خودشون رو. چون نیست، ناچار میرن تو فضای مجازی چیز می‌کنن. و خب رژیم اونجا به نظر من شوکه شد از این قضیه و فهمید که قبلا حرفا اینجوری بود که اصلا مثلا روحانی که بیمت صحبت میکرد گفت نه ما خودمون واکسن میسازیم، نمیدونم ما چرا بریم واکسن خارجی بسازیم، ما حاضر نیستیم مردم ایران نمیدونم موضوع آزمایش شرکت های خارجی قرار بگیرن و اینا، از این به اصطلاح چیزای سخیف و مسخره. ولی بعد از اون ناچار شدن بیان بگن که به خاطر همین فشار افکار عمومی ناچار شدن بیان بگن که واکسن خارجی می‌خریم. از جمله همتی رئیس بانک مرکزی گفت که 200 میلیون یورو اختصاص دادیم برای 16 و 8 دوز. اونجا خودش مطرح کرد که بعضیا میگن از رسانه‌ها و اینا که ما این رو تحت فشار افکار عمومی بهش تن دادیم. اینقدر قضیه چیز بود. بعد اضافه کرد که بله ما افتخار می‌کنیم که به حساب افکار عمومی احترام می‌گذاریم. باید پرسید از کی تا حالا این رژیم اهل احترام گذاشتن به افکار عمومی بوده؟ آیا همون موقعی که 30000 نفر رو قتل عام کردن به افکار عمومی فکر میکرد؟ اون موقعی که هر شب
صدها نفر رو، 300 400 500 نفر رو اعدام میکرد، به افکار عمومی فکر میکرد و اون موقعی که جنگ رو ادامه میداد، جنگ ضد مردمی رو، به همین افکار عمومی فکر میکرد. نه، این الان قضیه تغییر کرده و تعادل بین مردم و رژیم به هم خورده و رژیم ناچار این رو در محاسباتش در نظر بگیره. اگر این فشار افکار عمومی نبود، بله، رژیم ترجیح میداد که مثلا این ادامه پیدا بکنه و هیچ عین خیالش هم نبود که روزانه مردم چه داغ‌هایی به خانواده‌های ایرانی وارد میشه و این رو ادامه میداد. اما این وارد شدن به قول خودشون افکار عمومی و ترس از اینکه این تبدیل به همون جرق و قیام بشه که ازش میترسن، ناچار شده که رژیم تن به این بده. و الان هم بعد از این هم همینطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، همه چیز موکول به این فشار و ابراز وحشتی است که رژیم از این ناحیه مردم احساس میکنه. بله. در این رابطه هموطنانمون چند تا سوال کردم میخواستم مطرح کنم. یکیشون پرسیدن که آیا این وقت گذرانی در واکسن از طرف رژیم و وعده 5 ماه دیگه دادن ارتباطی به پایان دوره ریاست جمهوری روحانی شیاد داره؟ نه، به نظرم این خواست هر دو باند رژیمه و چیزی که اینا وعده میدن بسیار هر دو باند این رو میخوان، به خصوص باند خامنه ای روی این تاکید میکنه خیلی، باند طیف باند اصلاح طلب هم همین رو میخوان، به خاطر اینکه اصلا این کرونا یک بسیار سرپوشی گذاشته و نمیگذاره که اون سایر بحران های رژیم بسیار بارز بشه. یکی این، یکی هم اقتصادی. اجازه بدید من برای یکی از کوتاه شدن صحبت، یک مطلبی دیروز روزنامه ابتکار داشت با عنوان پنهان پشت دیوار کرونا. یه قسمتی از این رو بخونم. بفهمید. در نزدیک به یک سالی که از آغاز شیوع کرونا گذشته، مسائل مهم بسیاری نیز پشت دیوار کرونا در کوه مشکلات اقتصادی پنهان شدند. مسائل بسیاری هستند که این روزها عملاً زیر سایه اقتصاد و کرونا پنهان شدند و در اهم و فی الاهم امور به آنها کمتر توجه می‌شود. حتی دقت کنید، حتی شاید متولیان این مسائل آمدانه به این موضوع دامن میزنند و ترجیح میدهند در سایه این دیوار بلند که چشم همه را به خود خیره کرده دمی بیاسایند و به مصداق از این ستون با آن ستون فرج است، کار را به بعد از سقوط دیوار. کدوم دیوار؟ کرونا، دیوار کرونا. ببینید الان این در داخل خود رژیم اینو دارن میگن. یه وقت مقاومت ایران و رهبر مقاومت ایران گفت که رژیم استراتژی کلان تلفات انسانی رو در پیش گرفته تا از این طریق و به این وسیله صد ببنده در برابر قیام. اینم داره همین رو میگه، میگه که میخوان که در سایه این دیوار بلند که چشم همه را خیره کرده و مردم رو زمین گیر کرده و این دمی بیاسایند و کار رو به بعد از سقوط این دیوار احاله بدهند. یعنی عنصر اصلی در اینجا خود همین کروناست. بعد ادامهش هم جالبه، در صورت انباشت این مسائل پشت دیوار کرونا، فردای ریختن این دیوار تل بزرگی از مسائل وجود خواهند داشت که چه بسا بر روی آنها ویروسی از جنس دیگر رشد کند. کدوم ویروس رو میگه؟ قیام. و جامعه را بارها بیش از کرونا درگیر خود سازد. زنهار که برهه حساس بعدی از آوار این کوه مسائل که روز به روز پشت دیوار کرونا قد میکشد به وجود آید. فکر میکنم که یه نیاز به توضیح بیشتر نداره. بله، خیلی ممنون. یک سوال دیگه هم هست، فقط خیلی کوتاه بهش اشاره کنیم. یکی از هموطنان پرسیدن که رژیم وقت تلف میکنه چون میخواد سپر انسانی با کرونا برای خودش درست کنه، اما چرا احتمال اینکه همین که واکسن کرونا نگیره ممکنه جرق قیام رو بزنه رو در نظر نمیگیره؟ چرا همین رو در نظر میگیره که وعده میده پشت سر هم هر روز میاد وعده میده که ما در عین حال که وعده واکسن داخلی رو میده، میگه که خریدیم با یک کشور دیگه هم مثلا وارد مذاکره شدیم، یه واکسن دیگه از کشور خریدیم. الان عرض کردم خود روحانی امروز از سه کانال صحبت میکرد برای دریافت واکسن کرونا. این رو به خاطر ترس از همین افکار عمومی و فشار اجتماعی دارم بیان میکنم. بله، خیلی ممنون. موضوع دیگه که میخواییم امروز بهش بپردازیم بحث بودجه دولت در سال آینده است. روحانی دیروز گفته که تصویب لایحه بودجه نشانه عزم و اراده برای حل معضلات مردمه. منظورش از این حرف چیه و مخاطبش کیه؟ اینا در واقع روحانی حرفا رو در جواب قالیباف میگفت. قالیباف به اصطلاح گفت که این بودجه است که اصلا بودجه واقع بینانه نیستش، مسائل مردم در نظر گرفته نشده، واقع بینانه نیست و
روحانی چند ساعت بعدش اومد کلمه به کلمه حرفای قالیباف رو جواب داد که نه این بودجه بسیار به اصطلاح منسجم کار شده و دقیق هستش، ما حساب همین چیز رو کردیم، معیشت مردم رو هم در نظر گرفتیم. و در مورد اینکه این واقع بینانه نیست که عمده بسیار کسانی که در مجلس یا بیرون مجلس به این اعتقاد میکنن روی مسئله تولید 2,300,000 بشکه هست روزانه که نفت رژیم در نظر گرفته در رایحه بودجه که نفت تولید میکنه، اومد روی اینم حرف زد روحانی و گفت نه اینم با حساب دقیقه و ما میتونیم 2,800,000 بشکه نفت تولید بکنیم، که این البته معنیش اینه که اگر با مسائلمون رو با آمریکا حل بکنیم که از طرف خودش داره اطمینان خاطر میده که گویا این مسائل حل میشه و ما به تولید 2,800,000 خواهیم رسید. بله، من می‌خواستم از واقعی بودن منابع بودجه دولت از شما بپرسم، اما همین که هم اشاره کردیم به صحبت‌های قالیباف، اجازه بدین صحبت‌های دیروزش رو با نماینده مجلس در رابطه با بودجه رو با هم بشنویم بعد شما بفرمایید. ما معتقدیم لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. همه کارشناسان اذعان دارند که ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور در کسری بودجه و شیوه تأمین و جبران این کسری بودجه است. مردم باید بدانند که شیوه نادرست جبران کسری بودجه چگونه در زندگی آنها مؤثر خواهد بود و سفره آنها را کوچکتر خواهد کرد و به تورم دامن می‌زند. باید بدانیم مشکلات کشور با مذاکره با جو بایدن آمریکایی حل نمیشه، بلکه یک جو غیرت سلیمانی لازم داره تا مشکلات کشور حل بشه. حالا بودجه که روحانی ارائه کرده به وضوح نشون میده که چشم دوخته به دولت جدید آمریکا و مذاکرات احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای. ببینید، من یه توضیح البته در مورد همین حرفای قالیباف بگم. اینا جوری مثلا قالیباف و مجلسی ها و اینا از بودجه حرف میزنن که گویا دلشون به حال معیشت مردم و سفره مردم که روز به روز خالی تر میشه و تورم و گرانی که کمر مردم رو شکست و اینا صحبت میکنن و اینجوری میخوان وانمود بکنن که گویا دلسوز مردم هستن. نه، این خبرها نیستش. یکی روزنامه رژیم نوشتش که این بودجه است که 99% مردم رو نادیده گرفته و همون 99% جمعیت اصلی کشور هستن. این بودجه 1% هاست. 1% هایی است که تمام منابع و ثروت‌های کشور رو به خودش اختصاص دادن و اگر دعوایی هم هست نه بر سر مثلا معیشت مردم و وضع مردم و اینا، این پوششی است بر سر روی بسیار این دعوایی است که اینا بر سر تقسیم غنایم دارن. همیشه در بودجه بسیار این جنگ و دعواها صورت میگیره و اینم اینه که هر کدوم سعی میکنه از این گوشت و قربونی سهم بیشتری برای خودشون به دست بیارن تحت پوشش مردم. هر دو دسته هم در واقع سنگ مردم رو به سینه میزنن، اما این حرفا نیستش. ببخشید من سوالتون رو اشاره کردم به اینکه روحانی امیدوار هستش که تو مذاکرات آتی بله تحریم‌ها لغو بشه که بعد بتونه از اینجا بودجه نفت رو در نظر بگیره. اینم یک رویایی هستش که خب روحانی در سر میپرورونه، چون که اولا در جانب رژیم خود مثلا این باند خامنه ای میان میگن که نه این خبرها نیست و ما دیگه حاضر به مذاکره مجدد نیستیم، برجام همونیه که انجام شده. و از طرف آمریکایی‌ها میگن که نه، اصلا برجام بدون برو برگرد اون برجام قبلی قابل قبول نیستش. نه. فرض بکنیم که اگر که همه این موانع هم برطرف بشه و به اصطلاح اینا مذاکره بکنن و اینا، این 2,800,000 بشکه که در جا مثلا چیز نمیشه که نقد نمیشه 3,000 بشکه در جا که به اصطلاح ماده نمیشه که طول میکشه تا این مشتری های خودش رو دوباره به دست بیاره. تا اینا همش رویاهای چندگانه است که اینها روی هم بنا کردن، توهمات چند لایه است که به این وسیله میخوان اون کسری واقعی بودجه رو که الان روشن میشه که 319,000 میلیارد تومان کسری بودجه داره و خودشون میگن که نیمی از این بودجه در واقع حفره است و خالیه و دوچار کسری، میخوان اینو به این وسیله بپوشونن با توهم و وعده سرخرمن. خیلی ممنون. این در آخر وقت هم یک سوال هموطن بود که از اول برنامه از همون پرسیدن که در رابطه با موضوع دیگه میگن
در حال حاضر خواست آمریکا در رابطه با اتمی شدن و موشکی رژیم چیست؟ آیا توقف کامل ساخت موشک‌های بالستیک و برنامه اتمی رژیم است و یا هدف دیگری را دنبال می‌کنند؟ لطفاً توضیح بدید. بله، اینو که نظر جمهوری‌خواها که خیلی روشنه. دموکرات‌ها هم الان در همین فاصله‌ای که بعد از به اصطلاح مسجل شدن روی کار اومدن بایدن گفتن، همه بر روی همین مسئله تاکید می‌کنن. اروپا هم به همین ترتیب. اروپا وزیر خارجه آلمان اومد به نمایندگی از سه کشور بزرگ اروپایی گفتش که ما سه شرط داریم، یکی دست برداشتن رژیم از اتمی هستش، یکی دست برداشتن از پروژه های موشکی هستش و دیگری توقف دخالت های رژیم و به اصطلاح نفوذ منطقه‌ای رژیم. این بعد از اون بود که یکی به اصطلاح ملاقاتی شده بود با فرستاده وزارت خارجه، با فرستاده وزارت خارجه آتی دولت جو بایدن با اروپایی ها. و الان هم اروپا و هم آمریکا بر سر این مسئله اتفاق نظر دارن و خودشون هم این مقامات آمریکایی میگن که خب خیلی روشنه که ما به عقب بر نمیگردیم و اون برجامی که به حساب بود دیگه برای ما برجام 2015 سال 2015 دیگه قابل قبول نیست و باید مذاکرات مجددی صورت بگیره و برجام جدید نوشته بشه. بله، با تشکر از شرکتتون در این گفتگو خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.